در مورد فعالیت های گروه های مخالف دولت در ایران هستش که بفرمایید در مقطع فعلی به چه صورته و نحوه برخورد دولت با این مسئله چگونه است؟ از گروه های ضد انقلاب داخلی یک وقت اینا چند ماه پیش گفتن ما ائتلاف میکنیم و چنین و چنان خواهیم کرد. امام فرمود ما شما رو میشناسیم که اهل ائتلاف نیستین. قول تحسبهم جمیعا و قلوبهم شتا. اینها الحمدلله همون پیشبینی امام که از دیدگاه اسلامی سرچشمه میگرفت تحقق پیدا کرده و الان همشون با هم در افتادن. در داخل گروه هایی که بر علیه جمهوری اسلامی ایران مبارزه مسلحانه میکردن که من نموداراشم تهیه کردم میارم به شما نشون میدم، خیلی هاشون فهمیدن که چه غلطی کردن. گروه پیکار بعد از اضمحلال تقریبا کامل اطلاعیه داده و جنگ مسلحانه رو محکوم کرده و بر علیه آقای بنی صدر افشاگری کرده که مجاهدین خلق رو خیلی ناراحت کرده و به اونام توپیده و اونام در جواب اینا اطلاعیه دادن و اینا رو محکوم کردن. شریکای اقلیت که اغلبشون از بین رفتن و اشرف دهقانی هم که از کار تروریستی توبه کرده و به اکثریت پیوسته. خود اکثریتی هم شدن که اکثریت چپ، اکثریت راست. یه عده معتقدن که باید بپیوندیم به اون حزب بی آبرو. دسته دیگر میگن نه، این حزب چون واقعا آبرو نداره پیش ملت این کار غلطه. ولی فراموش کردن که خودشون هم پیش این ملت آبرو ندارن و مردم هنوز کارهای غلط و جنایتبار اونها رو در کردستان و گنبد فراموش نکرده. اینها همه مشغول به هم دیگه هستن و با هم دارن کله کشتی میگیرن و در خارج هم جبهه ملی اطلاعیه داده بر علیه بنی رجوی و گفته که این آقای که هنوز نرفته تو ایران اینقدر دیکتاتوری میکنه کارش به کجا خواهد کشید اگر بر سر کار بیاد. اونا هم آقای بنی صدر رو که اونقدر با احترام ازش یاد میکردن تبدیلش کردن به رئیس جمهور موقت.